شمال ختیځ کې تخار هغه ولایت دی چې د آب او هوا له نظره پکې د شاتو مچیو کاروبار ښې پایلې ورکړي، او همدا علت دی چې شاوخوا 400 مرکزونه پکې جوړ شوي او سلګونه کسان پکې په کار بوخت دي. په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د اتحادیې مسؤلین او کاروباریان وایي د تیر په پرتله د مچیو حاصلات ښه شوي، خو په وخت ورته با کیفیته درمل نه رسیږي چې د حاصل پر مهال یې ګڼې مچۍ تلف کیږي. دوی له کرنې ریاست په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تلفات دارم و همچنین ما دیگر کسوی ماست که تلفات زیاد دارم در اینجا، اما از طریق حکومت یا زراعت کدام همکاری و کمک را ما تا هنوز به دست نآوردیم. یگان جا اگر در یگان ورکشاپ ها و سیمینار ها و یگان جا اگر دعوت بکنند یک چیزی ناچیزی اگر برای زمودارا، برای خودی منی، برای کلی زمودارایی که اینجا نوبنیاد هستند، یا کمی همکاری بکنن به خاطر تشویق شوه انسان ها به تشویق ضرورت زیاد داره. یو شمیر نور د مچیو کاروباریان بیا وایي په دغه ولایت کې د مچیو کاروبار له صفر شروع کړی و او اوس یې کار مخ په غوړېدو دی، خو له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېدونکو بې کیفیته شاتو یې بازار خراب کړی دی، او له مسؤلینو غواړي چې د دوی شاتو ته په کور دننه او بهر بازار پیدا کړي. البته مشکلات ما دبرای زنبورداری همی است که همی اصلای تقل دو بازار زیاد آمده که زنبورایی که ملوث از مرض است از خارج به تاکار میاد، دیگه نبود بازار خوب برای اصل، نبود ادویه با کیفیت د زنبورداری، دیگه همی خوشحالی های بسیار پای هم متضرر مرضی ها ساخته گسته. دیگه ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم سازیم که از مرضا و این چیزا ما خلاص شویم. وقتی که از صندوق استاندارد بود باز مرضش اندلات گم میشه، در ضمن از اون دوایی که کمی کیفیت داشته باشه، بعضی دوایی که میمونیم زنبور به قتل میرسونه و منفعتی نمیبینیم. خو تخار کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست بیا وایي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ګڼ فارمونه موجود دي چې شاوخوا 1500 کسان پکې په کار بوخت دي. بهرالدین باور وایي ریاست یې کار کوي چې هم مچیو لرونکو ته با کیفیته درمل برابر او هم یې شاتو ته په کور دننه او بهر بازار پیدا کړي. قسمی که می دانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری است و تعداد زنبوردارا در این ولایت حدوداً در حدود 400 الی 500 نفر میرسه، دیگه مارکتشان هم خوب است، وضعیت در کل خوب است. نسبت به دیگه سالا البته کاملا خوب است، به خاطر از اینکه قبلا به شکل عنانوی زنبورداری وجود داشت و فعلا تعداد زیادی به شکل مسلکی و به شکل درستش در بخش زنبورداری فعالیت دارند. تخار کې داسې مهال مچۍ لرونکي د خپلو محصولاتو د ټیټ نرخ خبره کوي چې دا مهال 400 د مچۍ روزنې مرکزونه جوړ شوي او د تیر په پرتله یې حاصلات هم ښه بریښي. دا مهال په تخار ولایت کې د یو کیلو سوچه او با کیفیته شاتو نرخ له 400 تر 600 افغانیو دی، په داسې حال کې چې تیر کال همدا وخت به هر کیلو شات له 800 تر 1000 افغانیو پلورل کېدل. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، تخار.